تا حالا به این فکر کردید که سریع ترین قایق رزمی جهان برای کدوم کشوره؟ قایقی که اگر چشم مسلح هم داشته باشی شاید تو خیلی از مواقع نتونی اون رو ببینی. دارم از یک قایقی صحبت میکنم که نه تنها سریعه بلکه عین یک مار سمی میمونه، یعنی میتونه توی صدم ثانیه نیش بزنه و نتیجهش هم خیلی کشنده است. و اما این فقط یه قایق معمولی نیست، این باز تعریف نبرد دریاییه، قایق فوق سری و پیشرفته هیدر 110. درود بر شما، اینجا کانال نبرداورانه و من هم جلال هستم. امروز با یک موضوع فوق جذاب پیش شما اومدم، موضوعی که شاید ذهن خیلی ها رو درگیر کرده باشه. میخوایم این قایق فوق سری و پیشرفته رو اینجا برای شما بررسی بکنیم و در مورد قابلیت های اون هم به زبان ساده صحبت بکنیم و همچنین بیایم توی یک سناریوی نبرد دریایی اون رو قرار بدیم و ببینیم که نتیجه اونجا چی میشه. پس تا آخر ویدیو همراه من بمونید، ولی اگر تا به الان کانال ما رو سابسکرایب نکردید این کار رو انجام بدین، دکمه زنگوله رو هم بزنین تا از محتواهای بعدی ما باخبر بشین. لایک و کامنت هم فراموشتون نشه. یکی از جذابترین دستاوردهای دفاعی خاورمیانه میشه گفت که قایق تندرو هیدر 110. این قایق نه فقط یه شناور ساده است بلکه یه شاهکار مهندسیه که به عنوان سریعترین قایق رزمی جهان و با سرعت 110 نات، یعنی بیشتر از 200 کیلومتر در ساعت، این عنوان رو از آن خودش کرده. فکر این رو بکنید که توی خلیج پارس، جایی که آبها همیشه پر از تنشه، هیدر 110 مثل یه شبح عمل میکنه، سری، نامرئی و مرگبار. اما اینطوری که ازش صحبت میکنن، این قایق فقط برای گشت زنی توی تنگه هرمز نیستش، بلکه بیشتر برای آماده باش عملیات نامتقارنه که میتونه هر تهدیدی رو غافلگیر بکنه. این قایق بخشی از یک استراتژی ایرانیه که برای تبدیل کردن خلیج فارس به یه منطقه نفوذناپذیره، جایی که ناوگان‌های بزرگ نمیتونن به راحتی نفس بکشن. واقعا قصد تعریف بیش از حد اینجا من ندارم، ولی میخوام یه ضرب المثل رو اینجا در موردش صحبت بکنم. گاهی موقع‌ها یه خار کوچیک میتونه یک پای بزرگ رو زمینگیر بکنه و ما میخوایم امروز در مورد همون خار صحبت بکنیم. اما بریم ببینیم که این قایق از کجا اومده، چه مشخصاتی داره و چه کارهایی ازش برمیاد. اولین سوال، هیدر 110 از کجا اومده؟ بیاین از ریشه شروع بکنیم. همه چیز از تجربه های خوب و موفق قایقایی مثل آشورا شروع شد که توی دوران جنگ تحمیلی امتحانشون رو تا حدودی پس دادن و ایران فهمید که قسمت های کم عمق خلیج فارس جای ایدئالی برای قایقای کوچیک و سریه، نه ناوهای غول‌پیکر. ایده اصلی هیدر از مدلای خارجی الهام گرفته شده، مثل قایقای تندروی آمریکایی کلاس سیگوئن یا حتی نمونه های روسی. اما ایران با تکیه بر دانش بومی تقریبا میشه گفت که همش رو بازطراحی کرده. سازمان صنایع دریایی ایران قلب تپنده این پروژه بوده و از سال 2019 قایق‌های کلاس هیدر که هیدر 110 پیشرفته ترین مدلشه ساخته شدن و به نیروی مرزبانی تحویل داده شدن و تستای اولیه سرعت دیوانه وار بودن. 110 نات اونجا نشون داده شد و این تستا توی آب‌های خلیج فارس و عمان انجام شد و ثبت شد.
رونمایی رسمی حیدر 110 در 27 فوریه 2025 یعنی 8 اسفند 1403 در بندر عباس انجام شد. این مراسم همزمان با الحاق ناوچه موشکی شهید رئیس علی دلواری انجام شد و قایقای دیگه هم مثل طارق هم اونجا در کنارش بودن. جالب اینجاست که بیشتر مهندسای طراحش زیر 35 سال سن داشتن، نسل جوان ایران که با وجود تحریما این معجزه رو ساختن. توسعه‌اش با مشارکت شرکت‌های دانش بنیان ایرانی بوده و از ایده‌های اولیه تا تولید انبوه فقط چند سال طول کشیده. حیدر 110 نه فقط یه کپی برداریه، نه اصلا اینطوری نیست، یک نوآوریه که سرعت رو با فناوری‌های راداری و موشکی ترکیب کرده و تونسته تأثیر خودش رو بذاره. تصور این رو بکنید که توی دنیایی که غرب داره سعی میکنه دسترسی به فناوری رو قطع بکنه، ایران از دل همین محدودیت‌ها یه سلاح دریایی میسازه که رکورد جهانی رو میشکنه. این تاریخچه نشون میده که چطور خودکفایی کلید موفقیت توی عرصه دفاعی میشه. خب حالا برسیم به بخش هیجان انگیز این ویدیو، بریم مشخصات فنیشو برای شما بررسی بکنیم. تا پایان ویدیو همراه من بمونید. باید بگم که این قایق واقعا یک جواهر مهندسیه و من میخوام اینجا جزئیاتش رو براتون مو به مو باز بکنم، چون بدون اینا واقعا نمیشه به قدرت اصلیش پی برد. ابعادش، طولش حدود 14 متره و عرضش 4.3 متره و ارتفاع 2.8 متری داره. این اندازه ها بهش اجازه میدن که توی آبهای کم عمق خلیج فارس که گاهن فقط چند متر عمق دارند راحت مانورشو بده. وزن خالیش حدود 9 تنه که با بدنه آلومینیوم سبک ساخته شده. چرا آلومینیوم؟ چون سبکتر از فولاده و مقاوم در برابر خوردگی آب شور و انعطاف پذیر برای جذب ضربه های احتمالی. یکی از ویژگی های خیلی خیلی خوبش میدونی چیه؟ قابلیت خودراست شونده داره، یا همون سیف رایتینگ، یعنی اینکه اگر این واژگون بشه و برگرده میتونه دوباره خودش رو به حالت قبلی برگردونه، مثلا توی طوفان یا انفجارهای نزدیک به طور خودکار به حالت عادی برمیگرده. این فناوری از مدل‌های پیشرفته دریایی الهام گرفته شده، ولی خب کاملا ایرانی سازی شده. و اما موتور، قلب تپندهش یه سیستم جت قدرتمنده که سرعت حداکثر 110 نات یعنی 204 کیلومتر در ساعت رو فراهم میکنه. این سرعت رکورد جهانی رو شکسته و حیدر رو به سریعترین قایق رزمی جهان تبدیل کرده. برای مقایسه، یه قایق تفریحی سری به سختی میتونه سرعت 50 نات رو برای خودش فراهم بکنه. برد عملیاتیش 350 مایل دریاییه، یعنی حدود 650 کیلومتر برد داره، یعنی با یه مخزن سوختش راحت میتونه بره تا تنگه هرمز و برگرده. و اما طراحی هیدرودینامیکش با بدنه کاتاماران، یعنی دو بدنه موازی، ثبات فوق‌العاده‌ای رو توی سرعت‌های بالا بهش میده و فقط چند متر بالای سطح آب حرکت میکنه. این یعنی رادارهای دشمن به سختی میتونن رهگیریش بکنن. حالا بریم سراغ قسمت جذابتر این قایق، یعنی تسلیحاتش. حیدر 110 دو فرمند موشک کروز ضد کشتی میان برد حمل میکنه که اصلیشون نصر یکه و هر نصر یک با برد 35 کیلومتر و وزن 350 کیلوگرم و کلاهک 150 کیلوگرمی میتونه ناوشکنهای کوچیک رو کاملا از پا در بیاره. سیستم پرتابشون با لانچرهای تاشو انجام میشه که بهش اجازه میده توی حرکت سریع بدون توقف شلیک بکنه. علاوه بر موشک‌ها، مسلسل‌های سنگین 12.7 میلیمتری و نارنجک‌اندازهای خودکار هم روش نصب شده برای درگیری‌های نزدیک. برای شناسایی مجهز به رادارهای الکترونیکی پیشرفته، دوربین‌های دید در شب حرارتی و سیستم‌های جنگ الکترونیک EW برای اختلال توی رادارهای دشمنه.
کابین خلبانش برای 4 تا 6 نفر طراحی شده با صندلی‌های ضد ضربه و نمایشگرهای دیجیتال که داده‌های رادار، جی پی اس و هدایت موشک رو اونجا نشون میده. مصرف سوختش هم کاملا بهینه است. توی سرعت کروز 50 نات میتونه تا 8 ساعت کار بکنه. ایمنیش اما خیلی بالاست. جلیقه‌های نجات پیشرفته هم براش طراحی شده. سیستم اطفای حریق خودکار داره و حتی قابلیت شناور موندن با آسیبای جدی رو هم داره. خلاصه هیدر 110 یه پلتفرم چند منظور است، از گشت‌زنی و جستجو و نجات تا حملات تهاجمی، همش رو هندل میتونه بکنه دیگه. کلن هر قابلیتی که شما بخواید توی ذهنتون تصور بکنی ازش برمیاد. این جزئیات نشون میده که ایران چقدر توی مهندسی دریایی پیشرفت کرده. از 0 تا 100 بومی سازی شده این قایق فوق پیشرفته. اما حالا برسیم به اون قولی که بهتون دادم، بریم سراغ یه سناریوی فرضی. ببینیم اگر چند تا قایق هیدر بیان بگه ناو حمله بکنن چه اتفاقی میافته، چون بدون مثال واقعا نمیشه همه جزئیاتش رو توی ذهن تصور کرد. حالا بیاین فرض کنین که توی روز گرم تابستونی توی خلیج فارس ناو هواپیمابر آمریکایی USS ابراهام لینکلن با طول 333 متر و 5000 خدمه در حال گشت‌زنیه، همراه با 2 تا ناوشکن کلاس آربیت بریک، و میان ناگهان توی راداراشون چک میکنن و میبینن که سیگنال های ضعیفی داره از طرفین بهشون نزدیک میشه. 50 فروند هیدر 110 مثل یک سوارم مورچه‌ای دریایی با سرعت 100 نات به سمتشون هجوم میبرن. هر قایق 2 تا نسر 1 حمل میکنه و هماهنگیشون از طریق لینک داده‌ای IRGC انجام میشه. یکی شناسایی میکنه و بقیه حمله میکنن. چی میشه؟ قایق‌ها توی الگوهای زیگزاگی حرکت میکنن. ارتفاع پرواز موشکاشون به زیر 5 متر میرسه تا از رادارهای سطحی فرار بکنن. توی 10 دقیقه 100 موشک نصف شلیک میشه و هر کدوم با هدایت راداری فعال و دقت CEP کمتر از 10 متر فعال میشن و میرن به سمت اون ناو. ناو لینکلن با سیستم دفاعی ایگل سعی میکنه رهگیریاشو انجام بده. با SM6 و فالانکس ها فعال میشن و هلیکوپتراشون هم میان به سمت این قایقا. ببینید درگیری ایجاد میشه. ولی شما حسابش رو بکنید. اینی که من دارم اینجا برای شما بررسی میکنم گفته های من نیستا، این بررسی شده، کاملا مستنده. هلیکوپترهای MH-60R ناو بلند میشن برای حمله، ولی حجم حمله زیاده و سرعتش هم سرسام‌آوره. حسابش رو بکنید، قبل از اینکه بخوان جلوگیری بکنن از همه این قایقا، حداقل 30 تا 40 تا از این موشکا به هدفشون برخورد میکنن. توی همون مراحل اولیه یه آتش سوزی توی موتور ایجاد میشه، 10 تا هواپیما از بین میرن. این چیزاییه که توی اون شبیه سازی انجام شده و میان اون هواپیماهای F-35 نابود میشن و ناو هم موتوراش فلج میشه. خدمه آمریکایی توی هرج و مرج گیر میکنن و پهپادهای فایر اسکاتشون هم که میان برای شناسایی و حمله با سرعت هیدرها گیج میشن و این فرصت خیلی کمیه برای مقابله با قایق‌های هیدر. اما نتیجه چی میشه؟ ببینید همش این طرفی نیست، اون طرفی هم اتفاق میفته. آمریکایی‌ها میان شاید توی یک مرحله عقب نشینی میکنن، اما دوباره یه اتفاق دیگه هم امکان داره که اینجا بیفته. پهپادهای مسلح و زیر دریایی های کلاس ویرجینیا که دورش هستن میان شروع میکنن به شلیک کردن به سمت قایقا. با پهپادهایی که فرستادن میان این سوارم رو قبل از این که به سمتشون برسه خونسا میکنن و سیستم فالانکس هم میتونه موشک های نزدیک رو نابود بکنه و جنگ الکترونیکیشون هم با جمینگ هدایت نسها رو مختل میکنه. خلاصه سوارم هیدرها تعادل رو به هم میزنه و هزینه حمله رو برای آمریکا بالا میبره. اما این رو فکر نکنید که مثلا 100 تا قایق هیدر میتونن یه ناو رو بالکن نابود بکنن، اصلا اینجوری نیست. ولی مطمئن باشین که تعادل اونجا برهم میخوره. نبرد خیلی نزدیک و نبرد کشنده ایه، ولی خب مسلماً دو طرف آسیب‌های خیلی شدیدی می‌بینن. این سناریو بر اساس رزمایش‌های واقعی IRGC مثل ذوالفقار نشون میده که خلیج فارس چقدر آسیب‌پذیره برای قدرت‌های بزرگ.
خب حالا یه شایعه هم این وسط وجود داره که واقعا نمیشه ازش گذشت و من میخوام اینجا برای شما بیانش بکنم ولی تاییدش نمی کنم. میگن که هیدر 110 داره قابلیت نسل موشک قدیر رو هم پیدا میکنه که بردش از 35 کیلومتر به 300 کیلومتر میرسه. اول بگم که این هنوز تایید رسمی نشده و من بازم دارم تکرار میکنم، اما بر اساس گزارش های اخیر IRGC نسخه های ارتقا یافته هیدر میتونن قدیر رو هم بکنن، البته با تنظیمات وزنی چون قدیر سنگین تره نسبت به نسل. حالا بیاییم موشک قدیر رو کاملا بررسی بکنیم چون واقعا این بررسی جذاب میشه. قدیر در سال 2010 توسعه شروع شده و توی 2014 رونمایی شده. تولید انبوهش هم از 2015 توسط سازمان صنایع هوافضای ایران آغاز شده و نسخه دریاییش هم برای قایقای تندرو کاملا بهینه سازی شده. مشخصات فنیش وزن پرتابش 770 کیلوگرمه و طول حدود 6 متر رو داره. قطرش 36 سانتیمتره و کلاهکش 165 کیلوگرم مواد انفجاری نیمه زره شکن با تأخیر زمانی رو حمل میکنه که میتونه زره ناوها رو سوراخ بکنه. موتورش توربوجته و سرعت زیر سوت 0.8 ماخ یعنی حدود 980 کیلومتر در ساعت رو بهش میده با برد حدود 300 کیلومتر. ایدئاله برای حمله از عمق خاک ایران به اهداف دور، یعنی شما میتونی از کنار ساحل هم حتی شلیک بکنی. اگر بری توی تنگه هرمز بخوای شلیک کنی که کاملا اون طرف دریای عمان هم میشه مورد هدف قرار داد. حالا بیایم نگاه کنیم که سیستم هدایتش چجوریه. سیستم هدایتش یه ترکیب هوشمنده بین اینرسی و GPS برای فاز میانی و رادار فعال برای فاز نهایی با پرواز سی اسکیمینگ توی ارتفاع 3 تا 5 متر برای فرار از دست رادارهای دشمن. سطح مقطع راداری پایین داره و ضد جمینگ هم روش گذاشتن میگن روی نسخه های جدید و ساحل و کشتی و حتی قایقای هیدر 110 هم میگن که شلیک میشه و خب این موضوع هیدر رو خیلی خطرناکتر از قبل میکنه. و اما در آخر، سرعت هیدر 110 به قدری بالاست که رکوردهای جهانی رو شکسته و از بسیاری از شناورهای نظامی مشابه خودش خیلی جلو افتاده. به عنوان مثال نسل جدید قایقای تندروی نیروی دریایی آمریکا حداکثر سرعتشون 85 کیلومتر بر ساعته و حداکثر سرعت شناورهای تندروی جهان معمولا بین 60 تا 120 کیلومتر بر ساعته. به این ترتیب سرعت حدود 203 کیلومتر بر ساعت هیدر یک برتری چشمگیری رو اینجا داره ایجاد میکنه. افزوده بر این، طراحی کاتامارانی که اون رو مشابه برخی از شناورهای کاتاماران چینی مثل کلاس هوبیو یا نروژی سکوی اسکویت کرده، ولی هیدر 110 به دلیل وزن سبک و معماری خاصی که توش به کار رفته سرعت بسیار فراتری رو نسبت به اونا داره. به طور خلاصه میگم خدمتتون، هیدر 110 در بین شناورهای تندروی منطقه و جهان یه نمونه منحصر به فرده و سرعت، پنهانکاری، رادارگوریزی این قایق رو کاملا کشنده و تاثیرگذار کرده. امیدوارم که از ویدیویی که امروز براتون تهیه کردم لذت برده باشین. باور کنید اصلا نمیخواستم بگم یک طرفه در موردش صحبت کنم، گفتم که قطعا راه‌های مقابله‌ای هم هست در مقابل این قایق، ولی واقعا خیلی شگفت‌انگیزه. این قایق با این سرعت سرسام‌آور میدونید چیش جالبه برای من و خیلی لذت بخشه، اینه که توسط جوونایی تولید شده، جوونایی که واقعا بهشون اطمینان شده و اومدن از استعداد اینا استفاده کردن و همینجا توی همین خاک شکوفاش کردن و این از نظر من خیلی جذابیت زیادی داره. امیدوارم که تونسته باشم نظر شما رو جلب بکنم. حتما برای من بنویسید، حتما کامنت کنید برای من که آیا واقعا تا حالا شده ایران از اعتماد به جووناش پشیمون بشه؟ حتما برای من بنویسید. اینجا کانال خودتونه، کانال نبرداوران و من هم مخلص شما جلال هستم.